سلام، با یکی دیگری از ویدیوهای جالب و دلچسب کانال پیوند میدیا خوش آمدید. امیدوارم جور و صحتمند باشید. دوستان نهایت عزیز ما، در این چنل کوشش میکنیم موضوعاتی را برایتان بیان کنیم که خیر دنیا و آخرت در آن باشد. طوری که شما میدانید اکثر موضوعات چنل ما مسائل دینی میباشد. در لابلای آن موضوعات صحیحی که از بزرگان و حکیمان نقل شده است و بارها تجربه نیست شده است برایتان آماده میسازیم تا بتوانیم خدمتی برای انسانیت کنیم. امروز در این ویدیو برایتان یک روش عالی خوردن سیادانه را بیان میکنم که برای جمله امراض معده علاج شافی و کافی است و بعد از آن انشاءالله قطعا ضرورت به دکتر نخواهید داشت. ولی قبل از آن که به موضوع اشاره کنیم، از شما عزیزان خواهشمندم اگر تا هنوز عضو کانال ما نشدید لطفا چنل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید تا ویدیوهای بعدی ما به شما برسد. دوستان عزیز، در احادیث مبارک در مورد سیادانه گفته شده است که به جز از مرگ برای تمام امراض شفا است. یک روش عالی که از بزرگان نقل شده و من هم تجربه کردم و نتیجه 100% می دهد، در این زمان تکالیف معده به اوج خود رسیده و تقریبا در هر دو نفر یکی مصاب به آن می باشد و از این مرض مزمن رنج میبرند. بنان خواستیم این تجربه خود را با شما دوستان شریک بسازیم. نه تنها خیلی ارزان است، بلکه علاجی قاطعی برای تمام تکالیف معده می باشد. کسانی که دچار امراض معده هستند، چی نفخش کم دارند، چی سوزش معده دارند، چی درد معده، و یا کسانی که اشتها ندارند و با اندک خوراک دل درد می شوند، برایشان توصیه می کنم لطفا یک بار از این روش عالی خوردن سیادانه استفاده کنید. لطفا به این سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک بار عمل کنید و نتیجه عجیبی آن را با چشم سر مشاهده کنید. شبانه قبل از استراحت نیم قاشق سیادانه را گرفته در دهن بیندازید و خوب بجوید تا میده میده و خرد خرد شود. بعد از آن یک گلاس آب بنوشید و همچنان وقتی از خواب بیدار شدید، یعنی در شکم خالی، نیم قاشق سیادانه را در دهن انداخته خوب بجوید تا میده میده شود. بعد یک گلاس آب بالای آن بنوشید. بعد از 2 یا 3 روز شما احساسی خوبی میکنید. دردهای مزمن و سوزش و نفخه برطرف میشود و کاملا صحتمند میشوید. چند وقت ادامه بدهید تا کاملا صحتمند شوید. دوستان عزیز، یک بار امتحان کنید، بعد لطفا نتیجه آن را در کامنت بیان کنید تا کسانی که به گفته ما شک دارند هم مطمئن شوند. باید داشته باشید در روزهای اول وقتی از طرف صبح در شکم خالی سیادانه بخورید شاید دلبد شوید، ولی بعد از چند روز این دلبدی از بین می رود. لطفا ویدیو را با کسانی که از تکالیف معده رنج می برند شریک بسازید تا اجر و پاداش نصیبتان شود. این بود ویدیو امروزی. امیدوارم ویدیو خوشتان آمده باشد. سابسکرایب کانال ما را فراموش نکنید.